رومیان فصل ششم. پس چی بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ هرگز نه. ما که نسبت به گناه مرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید که وقت ما در پیوستگی با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همان طوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی نو بسر بریم. زیرا اگر ما در مرگ مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامت مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. این را می دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم، زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست، زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا در پیوستگی با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را تابع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد عدالت به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید. پس چی؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، اجازه داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه. مگر نمی دانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و تابع او باشید، شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت بکنید، خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است، و خواه اطاعت از خدا که نتیجه آن عدالت میباشد. اما خدا را شکر که اگرچه یک زمان بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل از اصول تعلیمی که به شما داده شده اطاعت می کنید و از بندگی گناه آزاد شده بردگان عدالت گشته اید. به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن می گویم. همان طور که زمان تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس و بردگی عدالت بسپارید. وقتی شما بردگان گناه بودید، مجبور نبودید از عدالت اطاعت کنید. از انجام آن اعمالی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت آن اعمال مرگ است، و اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما
مقدس و پاک شده و عاقبتش زندگی ابدی است، زیرا مزد گناه مرگ است. اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است.